وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. و خیشتن را هرگز تبعیان نمی کنم، زیرا نفس سرکش انسان را یقینا به بدی امر می کند، مگر کسی که پروردگارم بر او رحم کند، بیگمان پروردگار من آمرزنده و مهربان است. و قال الملک ائتونی به استخلص لنفسی فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین. پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا او را خاص به خدمت خیش بگمارم. پس چون پادشاه با او سخن زد، برایش گفت بیگمان امروز تو نزد ما دارای مقام والا و اعتماد کامل می باشی. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف گفت مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار، بیگمان من محافظت کننده آگاهی هستم. و کذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. و بدین گونه ما به یوسف در سرزمین مصر مکنت و مقام دادیم، به هر جایی که در آن جاگزین می شد و هر گونه ای که می خواست تصرف می کرد. رحمت خود را به هر کس که بخواهیم نصیب می کنیم و مزد نیکوکاران را ضایع نمی گردانیم. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. بیگمان برای آنانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری ورزیدند مزد آخرت بهتر است. و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. برادران یوسف به مصر آمدند و بر او وارد شدند، یوسف ایشان را شناخت ولی آنها او را نشناختند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتونی بأخ لكم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل و انا خیر المنزلین. هنگامی که یوسف ایشان را به بارهایشان مجهز ساخت گفت برادری را که از پدر شما است نیز نزد من بیاورید، آیا نمی بینید که من پیمانه را کامل می دهم و من بهترین میزبانانم؟ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. و اگر او را پیش من نیاورید پس برای شما به نزد من پیمانه از غلن نخواهد بود و به من نزدیک نشوید. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. گفتند ما درباره او با پدرش صحبت خواهیم کرد و ما البته این کار را انجام دادنی هستیم. و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وای به کارمندان خود گفت مال یعنی قیمت غلهشان را در بارهایشان بگذارید تا چون به سوی خانواده خیش بازگردند از آن خبر شوند، تا باشد که ایشان باز آیند. فلما رجعوا الى ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل و انا له لحافظون. چون نزد پدر خود بازگشتند گفتند ای پدر ما، از ما پیمانه یعنی دادن غلام منع شده است مگر اینکه برادر خود را با خود ببریم. پس برادر ما را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم یعنی غله به دست آریم و ما واقعا او را نگهبانیم. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله
خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. گفت آیا شما را با وی ایمن شمارم چنانچه شما را پیش از این با برادرش یوسف ایمن شمردم؟ پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون متای خود را گشودند دریافتند آنچه برای خرید غلط عادیه کرده بودند به ایشان مسترد شده است. گفتند ای پدر ما، آیا بیش از این چی می خواهیم؟ این است مال یعنی قیمت غلط که با ما مسترد شده است و برای خانواده خود غذا می آوریم و برادر خود را نگهبانی می کنیم و بر غلط خود پیمانه یک اشتر را می افزاییم و گرفتن این پیمانه آسان است. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب گفت هرگز او را با شما نمی فرستم تا با من عهد مؤکد به نام خدا بدهید که او را واقعا با من باز می آورید مگر اینکه محاصره شوید. چون به او عهد مؤکد دادند گفت به آنچه می گوییم خداوند وکیل یعنی گواه و نگهبان است. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. و در هنگام حرکتشان گفت ای پسران من، از یک دروازه وارد شهر نشوید و از دروازه های متفرق داخل شوید و با این هم از شما چیزی را از قضای خدا دفع کردن نمی توانم. حکم تنها از آن خداست، بر وی توکل کردم و همه متوکلان باید بر او توکل ورزند. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. و چون ایشان به گونه ای که پدرشان به آنها امر کرده بود داخل شهر شدند، این کار چیزی را که از جانب خدا به ایشان تعیین شده بود دفع کردن نمی توانست مگر حاجتی را که در دل یعقوب بود برآورده ساخت و او بیگمان از علمی که به وی آموخته بودیم برخوردار بود مگر اکثر مردم نمی دانند. ولما دخلوا علی یوسف آوا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وچون بر یوسف وارد شدند برادر سکه خود را نزد خود جای داد و برایش گفت بیگمان من برادر تو می باشم، پس آنچه ایشان می کردند اندوهگین ما باش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پس چون ایشان را به بارهایشان مجهز ساخت جام آب را در بار برادرش نهاد، سپس آواز دهنده آواز داد ای کاروانیان بیگمان شما دوز هستید.
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون برادران یوسف با ایشان روی آورده گفتند چی چیز را گم کرده اید؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده اید و هر کسی که آن را بیاورد یک بار شتر غلب برایش مقرر شده است و من به آن ضامنم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين برادران گفتند سوگند به خدا شما میدانید که ما نیامده ایم تا در زمین فساد نماییم و هرگز دزد نبوده ایم قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين کارمندان توزیع غلط گفتند اگر دروغگو باشید جزای این عمل چی خواهد بود؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین گفتند جزای آن این است هر کسی که در بار او جام یافت شود پس خود آن شخص جزای آن باشد ستمگاران را این چنین جزا می دهیم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذی علم علیم پس وی قبل از بار برادرش با تلاشی بار آنها آغاز کرد سپس آن را از بار برادرش برآورد بدین گونه برای یوسف چاره سازی کردیم او نمی توانست برادرش را مطابق به آیین پادشاه مصر اسیر بگیرد مگر اینکه خداوند بخواهد درجات هر کسی را که بخواهیم بلند می‌گردانیم و خداوند بالاتر از هر صاحب علم عالم است. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون گفتند اگر او دزدی کرده است پس بیگمان برادری که او پیش از این داشت نیز دزدی کرده بود اما این را یوسف در دلش نگه داشت و آن را به ایشان آشکار نکرد و با خود گفت شما در بدترین موقف قرار دارید و خدا به حقیقت آنچه بیان می کنید آگاه تر است قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین گفتند ای عزیز بیگمان او پدر بسیار سال خورده دارد پس یکی ما را به عوض او بگیر بیگمان ما تو را از نیکوکاران میبینیم قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون یوسف گفت پناه به خدا از این که جز همان کسی را بگیریم که متای خود را نزد او یافته ایم در آن صورت ما بیگمان از ستمگاران خواهیم بود فلما استیأسوا منه خلقوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پس چون برادران از وی مایوس شدند، در خلوت با هم مشوره کردند. برادر بزرگشان گفت: آیا نمیدانید که واقعا پدر شما از شما عهدی به نام خدا گرفت و پیش از این در مورد یوسف چی تقصیری را مرتکب شدید؟ من این سرزمین را رها نمی کنم تا پدرم به من اجازه بدهد یا خدا به من حکم کند، و او بهترین حکم کنندگان است. ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا این ابنك سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین. به سوی پدر خیش بازگردید و برایش بگوید: ای پدر ما، بگمان پسرت دزدی کرد و ما گواهی نمی دهیم مگر به آنچه می دانیم، و ما حوادث غیبی را جلوگیری کردن نمی توانستیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. برای المواریخش از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که در آن آمدیم بپرس: واقعا ما راستگوییم؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. یعقوب گفت: نخیر، بلکه هوای نفس شما برای شما کار را آراسته است، پس چاره من صبر جمیل است. امید است که خدا ایشان را یک جا به من بازگرداند، حقا که هم اوست دانا و با حکمت. و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. و از آنها روی گردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف، و چشمان او از اندوه سفید شد، پس او خشمش را فرو می برد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. گفتند: به خدا که تو از یوسف همیشه یاد می کنی تا در غم او بیمار شوی یا هلاک گردی. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. گفت: من غم و اندوه خود را تنها به خدا شکوه می کنم و از خدا چیزی را می دانم که شما نمی دانید. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید، حقا جز گروه کافران کسی دیگر از رحمت خدا ناامید نمی شود. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. پس چون بر او یعنی یوسف وارد شدند، گفتند: ای عزیز، ما و خانواده ما به سختی دچار شده ایم و سرمایه ناچیزی با خود آورده ایم، پس به ما پیمانه کامل بده و بر ما صدقه کن، حقا که خداوند مزد صدقه دهندگان را می دهد. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. یوسف گفت: آیا دانستید که با یوسف و برادرش چی کردید آنگاه که جاهل بودید؟ قالوا ائنک لانت
أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. گفتند آیا تو واقعا یوسف هستی؟ گفت بله من یوسفم و این برادر من است. واقعا خداوند بر ما منت نهاد. بیگمان هر کی پرهیزگاری کند و شکیبایی ورزد پس خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و این کننا لخاطئین. گفتند سوگند به خدا که واقعا خداوند تو را بر ما برگزید و واقعا ما خطاکار بودیم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. گفت امروز بر شما سرزنشی نیست، خداوند شما را بیامرزد و او مهربان کریم مهربانان است. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. این پیراهن مرا ببرید و آن را به روی پدرم بیندازید، او بینا می شود و تمام خانواده خیش را یک جا نزد من بیاورید. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد پدرشان گفت بیگمان من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا به ساده لوحی نسبت ندهید. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. گفتند به خدا سوگند که تو واقعا در همان گمراهی سابقت هستی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پس چون بشارت دهنده آمد و آن پیراهن را بر روی او انداخت بیدرنگ بینا شد. گفت آیا به شما نگفته بودم من از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانید؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین. برادران گفتند ای پدر ما از خدا برای ما از گناهان ما آمرزش بخواه، بیگمان ما خطاکار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. گفت به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش میخواهم، بیگمان او آمرزنده و مهربان است. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خیش را به آغوش گرفت و گفت اگر خدا بخواهد به مصر ایمن داخل شد. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی این ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. و پدر و مادرش را بر تخت عزت نشاند، ایشان در برابر او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر من این از تعبیر خواب پیشین من، حقا که خدا آن را راست ساخت.
و بیگمان ذات یکتای او به من نیکی کرد انگامی که مرا از زندان بیرون کرد و شما را از بادیه و اینجا آورد. بعد از آن که شیطان میان من و برادران من دشمنی افکند، حقا که پروردگار من برای کسی که بخواهد صاحب لطف است. بیگمان هم اوست دانا و صاحب حکمت. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای پروردگار من، واقعا مرا از قدرت برخوردار گردانیدی و به من از علم تعبیر خوابها و حوادث آموختی. ای آفریدگار آسمانها و زمین، تو در دنیا و آخرت کارساز منی. مرا مسلمان بمیران و مرا با صالحان پیوست گردان. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنیم و تو نزد ایشان نبودی هنگامی که کار خیش را هماهنگ می ساختند و بعد دسیسه می پرداختند. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. و اگر که تو اصرار ورزی، باز هم اکثر مردم ایمان نمی آورند. و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین. تو برای این امر از ایشان پاداش نمی خواهی، این نیست مگر پندی برای جهانیان. و کأین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. و ای بس از نشانه ها که در آسمان ها و زمین وجود دارد، از کنار آنها می گذرند در حالی که از آن رو گرداننده. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. و اکثر ایشان با خدا ایمان نمی آورند مگر در حالی که با وی شریک هم می گیرند. افا امنوا ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله او تأتیهم الساعة بغتتا و هم لا یشعرون. آیا از این ایمن شده اند که به ایشان عذاب فراگیری از جانب خدا برسد یا بر ایشان قیامت ناگهان بیاید در حالی که ملتفت نیستند؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. بگو این راه من است که من و پیروانم مردم را با بصیرت کامل به سوی خدا دعوت می کنم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. و نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل شهرها که به آنها وحی می کردیم، آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا می دیدن که عاقبت کار پیشینیان آنها چی شد؟ و بیگمان سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است، آیا نمی فهمید؟ حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تا آنگاه که پیامبران مایوس می شدند
و چنین میپنداشتند که واقعا ایشان دروغگوی پنداشته شدند. در این حال کمک ما به ایشان میآمد، پس هر کی را میخواستیم نجات داده میشد و عذاب ما از گروه جنایتکاران باز داشته نمیشد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بیگمان در داستانهای ایشان برای صاحبان خرد درس عبرتی است. قرآن سخنی نیست که بربسته شده باشد، ولیکن تصدیق کننده چیزی است که پیش از آن آمده است و تفصیل همه چیزهاست و هدایت و رحمتی است برای گروه مؤمنان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل إليك من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را، اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است، ولیکن اکثر مردم ایمان نمی آورند. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خداوند آن ذاتی است که آسمانها را بدون ستونی که شما آن را ببینید بلند کرد و آنگاه بر عرش مستولی شد و آفتاب و ماه را رام کرد. همه چیزها تا زمان معین به مسیر خود حرکت دارند، همه کارها را تدبیر می کند. آیات خود را تفصیل وار بیان می کند تا باشد که شما به ملاقات پروردگار خود یقین کنید. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و اوست که زمین را گسترد و در آن کوههای استوار را قرار داد و نیز رودبارها را و از تمام میوه ها در آنها دو جفت آفرید، شب را به روز می پوشاند. بیگمان در اینها آیاتی است برای قومی که تفکر می وسند. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و در زمین قطعات متفاوتی در کنار هم قرار دارند و باغهای انگور و کشتزارها و نخلستانهای خرما که بعضی از یک تنه رسته اند و برخی هم از تنه های جداگانه از یک آب آبیاری می شوند. برخی را بر برخی در طعم میوه هایشان برتری می دهیم. حقا که در این آیاتی است برای مردمی که از عقل خود کار می گیرند. و این تعجب فعجب قولهم اذا کنا ترابا اینا لفی خلق جدید اولئیک
الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اگر تو از چیزی تعجب میکنی پس این گفتارشان عجیب است که میگویند آیا ما وقتی که خاک شویم واقعا در آفرینش جدید خواهیم بود، یعنی دوباره زنده خواهیم شد؟ همینهایند که بر پروردگار خود کافر شدند و آنها یوغهای اسارت است بر گردنشان و ایشان اهل آتشند، در آنجا همیشه به سر میبرند. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. و پیش از نیکی بدی را از تو به شتاب می طلبند و بیگمان پیش از ایشان نیز مثالهای از این عقوبت ها گذشته است. حقا که پروردگار تو برای مردم با وجود ستمگاری ایشان صاحب آمرزش است و بیگمان پروردگار تو سخت عذاب کننده است. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. کافران میگویند چرا بر وی نشانه ای از پروردگارش نازل نشد، ولی تو بیگمان بیم دهنده ای و برای هر قوم هدایت کننده است. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خدا آنچه را رحم هر انسان یا حیوان ماده برمی‌دارد و نیز آنچه را رحم‌ها در دوره معین حمل می‌کاهند و آنچه را بر آن می‌افزایند می‌داند و هر چیز نزد او به مقدار معین است. عالم الغیب و الشهادت الكبیر المتعال. اوست دانای پنهان و آشکارا و اوست بزرگ و بلند مرتبه. سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. برای او یکسان است خواه کسی از شما راز را پنهان دارد یا آن را آشکار سازد، و کسی که خود را در شب پنهان کند یا در روز به گونه آشکارا براهش دوام دهد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. برای انسان نگهبانانی اند که پیاپی از پیش او پس پشت او را به حکم خدا نگه می دارند. بیگمان خداوند حالت هیچ قومی را تا وقت تغییر نمی دهد که ایشان خود را تغییر ندهند، و چون خدا به قوم بدی را بخواهد از آن بازدارنده ای نیست و نه هم برای ایشان جز او کارسازی است. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال. اوست که به شما برق را برای ترس یا امید می نمایاند و ابرهای گران را ایجاد می کند. و یسبح الرعد بحمده و من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. و رعد او را به پاکی ستایش می کند و نیز فرشتگان از هیبت او و اوست که سایقه ها را می فرستد، پس به هر که بخواهد به وسیله آن آسیب می رساند. با این هم درباره خدا جدال می کند، در حالی که او در نهایت تدبیر و نیرومندی است. له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. دعای بر حق یعنی مقرون به اجابت از آن اوست و کسانی که جز او چیزهای دیگری را می خوانند دعایشان را به هیچ وجه اجابت نمی کنند. ایشان به گونه کسی اند که کفهای خود را به سوی آب می گشاید تا به دهن او برسد، ولی هرگز آن آب به دهن او رسیدنی نیست و نمی باشد دعای کافران مگر در گمراهی. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. و هر چیزی که در آسمان ها و زمین اند به خدا سجده می کنند، به خوشی یا ناخوشی، و نیز سایه هایشان صبحگاهان و شامگاهان. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو کیست پروردگار آسمان ها و زمین؟ بگو خدا. بگو آیا شما جز او دوستانی یعنی معبودانی گرفتید که برای خیشتن مالک نفعی و ضرری نیستند؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسان شده می توانند؟ یا آیا تاریکی ها و نور برابرند؟ آیا چنان شریکانی به خدا قرار دادند که مانند آفرینش او بیافرینند به گونه ای که این آفرینش بر ایشان مشتبه شده باشد؟ بگو خداوند آفریننده همه چیز هاست و اوست یکتا و بسیار غالب. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آب را از آسمان فرو فرستاد و از دره ها به اندازه ظرفیت آنها آب جاری شد، پس سیلاب کف رو به تزاید را برداشت و از آنچه برای تهیه زینت آلات یا ابزار به کوره آتش می اندازند در آنها نیز کفی است مانند آن. این چنین خداوند برای حق و باطل مثال می آورد، اما کفها بیرون خشکیده می روند، ولی آنچه به مردم سود می رساند پس در زمین می ماند. این چنین خداوند مثال می زند. للذین استجابوا لربهم الحسنى
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. برای آنانی که حکم پروردگار خود را اجابت کردند سرانجام نیکوست، اما آنانی که فرمان او را اجابت نکردند، اگر تمام آن چه در زمین است و همانند آن از آنشان باشد و آن را در بدل نجات خود فدیه بدهند پذیرفته نمی شود. برای آنها حساب بدی است و جایشان دوزخ است و چه بد جایی. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آیا کسی که می داند آنچه به تو از جانب پروردگارت نازل شده حق است مانند کسی است که نابیناست؟ بیگمان خردمندان پند می گیرند، آنانی که به عهد خدا وفا می کنند و آن پیمان استوار را نمی شکنند، آنانی که چیزهایی را که خدا به پیوستگی آن فرمان داده است وصل می کنند و از پروردگار خیش می ترسند و از بدی حساب بیم دارند. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. و آنانی که برای به دست آوردن خوشنودی پروردگار خیش شکیبایی ورزیدند و نماز را با تمام و کمال برپا داشتند و از آنچه ایشان را روزی داده ایم پنهان و آشکارا خرج کردند و آنانی که با نیکی بدی را دفع می کنند ایشانند که عاقبت نیک آن سرای از آنشان است. باغهای جاودان در آن داخل می شوند و نیز آنانی که صالحند از پدران، همسران و اولادشان. فرشتگان بر ایشان از هر دروازه داخل می شوند و می گویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامت شما، پس چی نیکوست جزای آن سرای. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ويوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و آنهایی که پیمان خدا را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند، همین هایند که به ایشان لعنت است و برایشان بدی سرای آخرت است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. خدا روزی را به هر که می خواهد فراخ می سازد و یا تنگ می نماید و کافران به زندگی دنیا شاد شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت نیست مگر متاع ناچیز. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. کافران میگویند چرا از نزد پروردگارش بر او یعنی پیامبر نشانه ای نازل نشد؟ بگو بیگمان خداوند هر کی را بخواهد گمراه میسازد و هر کی را که به او رجوع کرد به سوی خیش رهیاب میگرداند. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آنانی که ایمان آوردند و دلهایشان به ذکر خدا آرامش می‌یابد، هان به ذکر خدا دلها آرامش می‌یابد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برایشان زندگی خوشایندی است و نیز بهترین سرانجام. كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. این چنین ترا در میان قومی فرستادیم که پیش از آن نیز قومهای دیگر گذشتند، تا آنچه را به تو وحی کردیم بر ایشان بخوانی، در حالی که ایشان از خدای رحمان منکر می شوند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم سوی اوست. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اگر قرآنی می بود که به آن کوها به حرکت می افتادن یا به آن زمین قطع قطع می شد یا به آن مردگان سخن می گفتن، باز هم ایمان نمی آوردن. اما هر کار از آن خداست. آیا مؤمنان ناامید نشدن، یعنی به این یقین حاصل نکردن که اگر خدا می خواست همه مردم را رهیاب می گردانید؟ و کافران به سبب کارهایی که انجام داده اند همیشه مورد مصائب کوبنده قرار می گیرند، یا این مصائب به نزدیک خانه ایشان فرود می آید تا اینکه وعده خدا فرا رسد، حقاً که خدا وعده خود را خلاف نمی کند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. و بیگمان پیامبران پیش از تو نیز تمسخر شدند، پس به کافران مهلت دادم سپس ایشان را گرفتار کردم، پس دیدی که عقوبت من چگونه بود. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم
أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا ذاتی که بر هر کس به آن چه کرده مراقب است همتایی داشته می تواند ولی با این هم به خدا شریکانی می آورند؟ بگو آنها را نام ببرید. آیا شما او را به چیز خبر می دهید که به زعم شما او در زمین نمی داند؟ یا با سخنان ظاهری فریفته شده اید؟ اما با کافران فریبشان خوب جلوه داده شده است و از راه خدا باز داشته شده اند و هر که را خدا گمراه کند پس برای او رهنمایی نیست. لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من واق. برای ایشان در زندگی دنیا عذاب است و بیگمان عذاب آخرت سختتر است و برای ایشان در برابر خداوند بازدارنده‌ای نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. مثال جنتی که به پرهیزگاران وعده شده است در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، میوه های آن همیشگی است و نیز سایه آن. چه این است سرانجام پرهیزگاران و سرانجام کافران آتش است. والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک و من الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب. و آنهایی که بر ایشان کتاب دادیم و آنچه به تو نازل شده شاد می شوند، اما از گروه ها کسانی اند که برخی از آن را تکذیب می کنند. بگو بیگمان به من امر شده تا خدا را پرستش کنم و به او شریک نیاورم، به سوی او دعوت می کنم و به سوی او بازگشت همگان است. و كذلك انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. و به همین گونه آن را به حیث فرمانی به زبان عربی نازل کردیم و بعد از این که برای تو از علم آمده است، اگر از هوسهای ایشان پیروی کنی به تو از جانب خدا حامی و نگهبانی نیست. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. بیگمان پیامبرانی را پیش از تو نیز فرستادیم و به ایشان زنان و فرزندان داده اید. هیچ پیامبری نبوده که جز به فرمان خدا نشانه بیاورد. برای هر دوره کتابی است. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب. خدا هرچی را می خواهد نابود می سازد و هرچی را می خواهد اثبات می کند و نزد اوست ام الکتاب یعنی اصل کتاب. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. خواه پاره از آنچه را به ایشان وعده کرده ایم به تو نشان دهیم یا پیش از بجا شدن این وعده تو را بمیرانیم، پس بیگمان رساندن پیام خداوند بر توست
و حساب اعمال بر ماست. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا نمی بینند که ما به این زمین طوری رسیدگی می کنیم که به تدریج از اطراف آن کم می سازیم و خدا فرمان می دهد کسی رد کننده حکم او نیست و او در حساب گرفتن سریع است. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وبيغمان پیشینیانشان نیز دسیسه چیدند، پس تدبیر همه جانبه از آن خداست. هر کسی هر کاری را که انجام میدهد او تعالی میداند و کافران به زودی می دانند که سرانجام نیکوی سرای آخرت از آن کیست. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. کافران می گویند تو پیامبر نیستی، بگو خدا به حیث گواه میان من و شما بسنده است و نیز کسی که نزد او علم کتاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را. قرآن کتابی است که آن را به تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به روشنایی بیرون آری، برای صاحب قدرت منی و ستوده. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و وای بر کافران از مجازات شدید. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. آنانی که زندگی دنیا را بر آخرت بر می گزینند و مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن وارونگی می جویند، یعنی آن را نادرست جلوه می دهند، ایشان در گمراهی دوری اند. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء وهو العزيز الحكيم. و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم او تا حقیقت را برایشان روشن سازد، پس خدا هر کی را خواهد گمراه می کند و هر کی را خواهد رهیاب می سازد و اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و بیگمان موسی را با آیات خود فرستادیم و به او هدایت دادیم که قومت را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آورد و به ایشان رودهای خدا را یاد آور شد. بیگمان در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکر گذار.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ و به یاد آور وقتی را که موسی و قوم خود گفت نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد دارید و وقتی که شما را از فرعونیان نجات داد و شما عذابهای شدیدی می رساندند، پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما از طرف پروردگار شما آزمایش بزرگی بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. و بیاد دارید وقتی را که پروردگار شما اعلام داشت اگر شکر کنید بیگمان نعمت خود را بر شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید بدون شک عذاب من شدید است. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسى گفت اگر شما و هر کسی که در روی زمین است همه ناسپاسی کنید باز هم بیگمان خداوند بی نیاز و ستوده است. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا به شما خبر پیشینیان شما نرسیده است؟ خبر قوم نوح، عاد و ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند؟ جز خدا کسی دیگر احوال ایشان را نمی داند. پیامبرانشان با نشانه های روشن نزدشان آمدند، پس ایشان دست های خود را به دهن های خود گذاشتند و گفتند بیگمان ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید ایمان نداریم و بیگمان به آنچه ما را به سوی آن فرا می خوانید در شک و شبهه می باشید. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیامبرانشان گفتند آیا در خدا شک است؟ خدای آفریدگار آسمان ها و زمین، او که شما را می خواند تا گناهان شما را بیامرزد و تا موعد معین شما را مهلت دهد. گفتند شما نیستید مگر بشر همانند ما، می خواهید ما را از آنچه پدران ما پرستش می کردند باز دارید، پس دلیل روشنی به ما بیاورید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
پیامبرانشان برایشان گفتند درست است که ما نیستیم مگر بشر همانند شما، ولیکن خدا بر هر کسی از بندگان خود که بخواهد منت میگذارد و به ما ممکن نیست که به شما حجتی یعنی معجزه‌ای بیاوریم جز به اجازه خدا، و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما را چی شده است که بر خدا توکل نکنیم؟ واقعا او ما را به راه‌های خیر و سعادت هدایت نموده است، و البته ما در برابر اذیتی که به ما میرسانید صبر میکنیم، و توکل کنندگان باید بر خدا توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. کافران به پیامبران خود گفتند یقینا شما را از زمین خیش بیرون می کنیم یا باید به آیین ما برگردید. پس پروردگارشان بر ایشان وحی کرد بیگمان ستمگاران را هلاک کردنی هستیم، و بیگمان شما را بعد از ایشان در زمین جاگزین ساختنی هستیم. این موهبت برای کسی است که از مقام من بترسد و از وعید یعنی عذاب من بترسد. و استفتحوا و خاب كل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید. و ایشان خواهان فیصله شدند و طلب پیروزی کردند، و هر گردن کشی ستیزکاری ناامید شد. به دنبال او دوزخ است و برایش از زرد آب متعفن نوشانیده می شود. یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. جرا جرا آن را به زحمت سر می کشد و نزدیک نیست که آن را از گلو فرو برد. مرگ از هر سو به سراغش می آید ولی او نمی میرد و به دنبال او عذابی شدید است. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثال اعمال کسانی که از پروردگار خود منکر شدند مانند خاکستری است که بر آن در روز طوفانی تند بادی وزیده باشد. ایشان بر هیچ چیزی از آنچه انجام داده بودند دسترس ندارند. این از همانا گمراهی دور. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیا ندیدی که خداوند واقعا آسمانها و زمین را به حق آفرید؟ اگر بخواهد شما را از بین می برد و مخلوق جدیدی را به میان می آورد، و این برای خداوند دشوار نیست. و برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناك
لكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. همه ایشان به حضور خدا حاضر می شوند و ضعیفان به متکبران می گویند بیگمان ما پیرو شما بودیم، پس آیا از ما چیزی از عذاب خدا را دفع کننده هستید؟ آنها می گویند اگر خدا ما را هدایت می کرد بیگمان ما نیز شما را رهیاب می گردانیدیم. او کنون برای ما برابر است، خواه بی صبری کنیم یا شکیبایی ورزیم، برای ما نجاتی نیست. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون کار تمام شود شیطان میگوید بیگمان خداوند شما را وعده داد، وعده حق، و من با شما وعده دادم و با شما تخلف ورزیدم و من با شما تسلطی نداشتم جز این که شما را دعوت کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید، پس مرا ملامت نکنید و خیشتن را ملامت کنید. من فریاد رس شما نیستم و نه هم شما فریاد رس من هستید. واکن از این که پیش از این مرا با خدا انباز گرفتید بیزار هستم، بیگمان برای ستمگاران عذابی است دردناک. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. و آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند و باغهای داخل می شوند که در زیر درختان آن رود بارها جریان دارد جاودانه با حکم پروردگار خیش در آنجا به سر می برند، خوش آمدیدشان در آنجا سلام است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه پاکیزه را همچون درخت پاکیزه مثال زد که ریشه آن ثابت و شاخ آن در آسمان است، میوه خود را در هر فصل به حکم پروردگار خود می دهد و خداوند به مردم مثالهایی می زند تا باشد که ایشان پند گیرند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثال كلمة ناپاکیزة مانند درخت ناپاکیزه است، ریشه های آن از روی زمین برکنده شده، ثباتی ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند مسلمانان را با سخن استوار در زندگی دنیا و در آخرت ثابت قدم می سازد و خداوند ستمگاران را گمراه می گرداند و خداوند هر آنچه بخواهد انجام می دهد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار
جهنم يصلونها وبئس القرار. آیا به سوی کسانی ندیدی که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خیش را به منزل تباهی جاگزین ساختند؟ دوزخ در آنجا می سوزند و چی بد قرارگاهی است. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. و با خدا هم تایانی قرار دادن تا مردم را از راه او گمراه سازند. بگو چند روزی از لذایز این دنیا بهره‌ور شوید، بیگمان راه شما به سوی آتش یعنی دوزخ است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. به بندگان مسلمان من بگو نماز را به تمام و کمال ادا کنند و از آنچه به آنها روزی دادیم به گونه پنهان و آشکارا نفقه نمایند، پیش از اینکه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است و نه هم دوستی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خداوند است که آسمانها و زمین را آفرید و آب را از آسمان فرود آورد و به وسیله آن میوه ها را به شما به حیث روزی برآورد و برای شما کشتی ها را رام ساخت تا با حکم او در بحر حرکت کنند و برای شما جوی ها را رام ساخت. و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم الليل والنهار. و برای شما آفتاب و ماه را با دستور منظم رام ساخت و برای شما شب و روز را رام گردانید. و آتاكم من كل ما سألتموه و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها این الانسان لظلوم کفار. و به شما از هر چی خواستید داد و اگر نعمتهای خدا را بشمارید آن را شما کردن نمی توانید. بیگمان انسان بسیار بیدادگر و خیلی ناسپاس است. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. و بیادار وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را محل امن گردان و من و اولاد مرا از پرستش بتان دور نگه دار. رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ای پروردگار من، این بتان واکن بسیاری از مردم را گمراه ساختند، پس هر کس از من پیروی کند واقعا او از من است و هر که مرا نافرمانی کند پس حقا که تو آمرزنده و مهربان هستی. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ای پروردگار ما، بگمان من بعضی از اولاد خود را در وادی به آب و گیاهی در پهلوی خانه‌ای که حرم توست جاگزین ساختم. ای پروردگار ما،
تا نماز را به تمام و کمال برپا دارند. پس دل گروهی از مردم را به ایشان مایل گردان و از میوه ها ایشان را روزی ده تا باشد که سپاس گزار شود. ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. ای پروردگار ما، حقا که تو آنچه را که پنهان می‌داری و آنچه را آشکار می‌داری می‌دانی و چیزی در زمین و آسمان از خدا پنهان نیست. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. ستایش خدای را که به من با وجود کبر سن اسماعیل و اسحاق را اعطا کرد. بیگمان پروردگار من هم اوست شنونده دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. ای پروردگار من، مرا بر پادارنده نماز بگردان و از اولاد من نیست. ای پروردگار ما، دعای مرا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ای پروردگار ما، مرا و نیز مادر و پدر مرا و همه مسلمانان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. خداوند را از آنچه ستمگاران می کنند غافل مپندار. بیگمان ایشان را برای روزی مهلت می دهد که در آن چشمها از فرط دهشت خیره می شوند. شتابان سر خود را به سوی آسمان بلند می کنند. از شدت اندوه و ناآرامی پلک های چشم از حرکت می ماند و دلهایشان از همه امیدها خالی است. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و مردم را از روزی بترسان که عذاب به سراغشان می آید. پس ظالمان می گویند ای پروردگار ما، ما را اگرچه برای مدتی کوتاهی هم باشد مهلت ده تا دعوت تو را قبول کنیم و پیامبران را پیروی نماییم. در این حال به جواب ایشان گفته می شود، مگر پیش از این سوگند نمی خوردید که شما را زوالی نیست؟ و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. و در رهایش گاه آنان جاگزین شدید که بر خویشتن ستم کردند و به شما آشکار شد که چگونه با ایشان رفتار کردیم و برای شما از سرگذشت پیشینیان مثالها زدیم ولی پند نگرفتید. و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. واقعا ایشان نهایت دسیسه های خود را به کار بردند و همه دسیسه هایشان نزد خدا آشکاراست، هرچند دسیسه هایشان کوها را از جا بر می کند. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو
انتقام. پس خدا را متخلف وعدهش با پیامبرانش مپندار، حقاق خداوند صاحب قدرت منی و صاحب انتقام است. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات و برزو لله الواحد القهار. روزی که این زمین به زمین دیگر مبدل شود و نیز آسمان ها و مردم به حضور خدای یگانه بسیار غالب ظاهر شود. و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. در آن روز گناهکاران را در زنجیرها به هم بسته می‌بینی. سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. لیجزی الله كل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. لباسشان از قطران است و روحایشان را آتش می پوشاند تا خداوند هر کسی را مطابق به آنچه انجام داده جزا بدهد. بیگمان خداوند در محاسبه سریع است. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. این قرآن پیامی است برای مردم تا به آن تسانیده شوند و تا بدانند که بیگمان او تعالی معبود یکتاست و تا خردمندان پند گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را. تلک آیات الكتاب و قرآن مبین. الف لام را، این آیات کتاب و قرآن آشکار است.